سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، با یک ویدیو آموزشی دیگه از شبکه یک فکر نو در خدمت شما هستم. در این ویدیو بحثمون رو در مورد تبلیغات فیسبوک ادامه میدیم. در جلسه قبل به شما توضیح دادم که چجوری به صورت رایگان تبلیغات خودتون رو انجام بدید. در این جلسه میخوام به شما توضیح بدم اگر حاضر باشید یک مقدار هزینه کنید برای تبلیغات در فیسبوک، فیسبوک چه اختیاراتی رو به شما میده. با ما همراه باشید. سلام، به شبکه یوتیوب یک فکر نو خوش اومدین. در این کانال ما شما رو با روش‌های جدید کسب درآمد از طریق اینترنت، ارزهای دیجیتال و نرم افزارهای پرکاربرد آشنا می‌کنیم. همه ویدیوهای ما به زبان فارسی و برای همه فارسی زبان‌های عزیز ساخته شده. پس اگه دوست داریم با جدیدترین ها در دنیا آشنا بشیم، شبکه ما رو سابسکرایب کنیم و با لایکاتون به ما قوت قلب بدیم. خیلی ممنون. خب دوستان، من طبق معمول سویچ میکنم به صفحه دسکتاپم تا اونجا موضوع امروز رو بهتر بتونم به شما توضیح بدم. خب دوستان، من در اینجا فیسبوک رو باز کردم و در رفتن داخل مارکت پلیسش، همون جنسی که دفعه قبل دیلیت کردم رو هم دوباره گذاشتم اینجا و این دفعه خود انشالله که فیسبوک منو بیرون نمیندازه از مارکت پلیس، چون درست نیست که مثلا جنس رو بذارین دوباره به حساب برش دارین دوباره بذارین. و همینم که من الان گذاشتم از دیروز تا الان، ببینین مثلا مسیج اومده یه دونه که مثلا اویلیبل هست یا نه، یکی دیگه از من همین دوباره پرسیده، یکی دیگه دوباره ازم اندازه‌شو پرسیده که این چه اندازه هست، این یکی دیگه گفته که من برات مثلا 40 دلار میدم آیا قبول میکنی یا نه. خلاصه اینها هستن مثلا. پس این نشون میده که مثلا توی فیسبوک دراپ شیپ کردن خوب جواب میده، فقط باید حواستون باشه که مثلا جنس از کجا میاد. من الان اینو مجبورم دیلیتش کنم بعد از این ویدیو که دیگه برام پیام نیاد، و چون میدونم که از چین میاد و خیلی طول میکشه که به دست مردم برسه. الان هم اینجام که میبینید مثلا 2193 تا کلیک خورده. خب من قبل از اینکه وارد بحث اصلی این برنامه بشیم، یه موضوع در جلسه قبل یادم رفت که به شما بگم، اون رو میخوام سریع برای شما بگم. چون در جلسه قبل من گفتم که مثلا شما دار اینجا میرین و شیر میکنین، شیر تو گروپ، من رفتم مثلا پیج هایی رو پیدا کردم که باینسل بودن، ولی شما باید خیلی متوجه باشین که چی دارین میفروشین. مثلا این یه دونه مجسمه است، اسکالپچره. سعی کنین پیج رو پیدا کنین توی فیسبوک که در مورد اسکالپچر باشه. مثلا رفتم الان داخل گروپ و سرچ کردم اسکالپچر، اینها اومدن. مثلا ببینین اینها گروه هایی هستن، مثلا 46000 تا ممبر داره و میبینین همش در مورد مجسمه هست و خیلی کسای زیادی اینجا عضو هستن. و اگر شما مثلا جنستون رو در داخل این گروه ها بذارین، احتمال فروشش بیشتره. چرا؟ چون مثلا کسایی که میان این پیج ها رو مثلا لایک میکنن کیا هستن؟ کسانی هستن که مثلا از مجسمه خوششون میاد. پس بهتره که مثلا اینجاها مثلا اون جنستون رو که مجسمه هست رو بذارید. مثلا اگه جنستون فرض کنید مجسمه نبود، مثلا اسکارف بود یا همون شال، مثلا اگه شال بود مثلا اینجا میگن کلیک میکنین ببینید من اسکارف فقط گروه سرچ کردم، یک گروه هست که 1300 نفر داخلش هست. کدوم بود؟ نه این نبود، اینو ببندم، اینم ببندم. اینجا میبینین این پیج همش در مورد شال هست و اگه شال شما میفروشین به دراپشیپ میکنین، چه بهتر که اینجاها مثلا شما شال رو مثلا بفرستین، لیستش رو مثلا تبلیغاتش رو اینجا انجام بدین، عضو گروه میشین. البته اگه ببینین اون به حساب قوانین گروه چی هست، اجازه میده که به شما مثلا جنستون رو در اون گروه مثلا شیر کنین یا نه. اگه اجازه دادن در این گروه ها شما میتونین شیر کنین. پس به خاطر همین گفتم بهتره که مثلا
وقتی که جنس دراپشیپتون رو مثلا انتخاب میکنین خیلی حواستون باشه یه جنس خاص باشه، مثلا جنسی نباشه که مثلا هر کسی اون کار رو میکنه. وقتی که جنستون خاص باشه به همون مقدار تبلیغات آسان‌تر میشه. خب این از جلسه قبل من یادم رفت به شما بگم، پس فقط نرین مثلا مثل دفعه قبل که من زدم buy and sell توی این گروه ها، فقط نرین داخل این گروه ها، داخل گروه های مخصوص اون جنستون برین خیلی بهتر هست. خب میریم سر بحث اصلی این برنامه که تبلیغات از طریق فیسبوک است. خب ما الان جنس رو اینجا گذاشتیم و میخوایم این رو تبلیغ کنیم و بابت تبلیغ یک مقدار هزینه بپردازیم. من اینجا روی توی این قسمت که اومدین روی سه نقطه کلیک کنین و بزنین روی بوست لیستینگ. اینجا فیسبوک برای شما میگه که یه پیش‌فرضی برای شما نشون میده، مثلا اگه که مثلا 7 دلار در روز بدین و 3 روز این تبلیغات ادامه پیدا کنه جنستون رو به افرادی بین 628 تا 1839 نفر نشون میده. خب پیش‌فرض‌ها، شما لازم نیست از این پیش‌فرض‌ها استفاده کنید، میتونین اینجا بیاین select custom budget and duration روش کلیک کنین. من میگم که اصلا روزی 2 دلار و 3 روز، نه مثلا 4 روز یا مثلا 1 روز 2 روز فرقی نمیکنه. حالا 4 روز ما میزنیم، میگه که مثلا استیمیتد بین 60 نفر تا 182 نفر این پست من رو، این تبلیغات من بهشون میرسه و اونها میبینن. خب این قسمتش زیاد مهم نیست، اینو میزنیم 2 دلار فعلا. قسمت مهم اینجا هست، الان شما میخواین آدینس درست کنین. آدینس یعنی چی؟ تماشاچی، کسانی که به حساب تبلیغات شما رو خواهند دید. پس من یه دونه create new میکنم، من 2 تا اینجا ساختم و اینجا خودش هست، ولی من یکی دونه جدید درست میکنم، میزنم تست 1. خب اینجا از شما میپرسه که این تبلیغات شما رو چه کسانی ببینن، مردها ببینن یا خانوها فقط. میتونین بزنین آل که هر دوشون ببینن، میتونین یکیش رو انتخاب کنین. من فقط مثلا خانوها رو انتخاب میکنم چون مجسمه رو معمولا نمیدونم، به نظر من خانوها بیشتر میخرن تا مردها. بعد اینجا United States کشور رو زده، من میتونم این رو عوضش کنم، مثلا هر جای دنیا که باشم مثلا میذارم مثلا شهر خودمون رو بزنم واشنگتن. پس فقط لازم هم نیست که مثلا اینجا باشه، میتونیم مثلا بزنین که مثلا استانبول، یه دونه شهر دیگه مثلا. من درست می‌نویسم استانبول، اوکی استانبول. ببینید این یه دونه شهر شد استانبول، واشنگتن یه دونه شهر شد، میتونه کشورم باشه مثلا کل فکر کنم ایران تحریمه، نمیتونم اونجا چیز کنم بذارم، یه آدرسایی میاد ولی فکر نکنم خود کشور ایران باشه، مثلا افغانستانی که بزنم میاد کانتری. من دار شارژ این تموم میشه یه لحظه. خب ببخشید. آره پس اینجا ببینید افغانستان میاد، میتونه پس کشور باشه میتونه شهر باشه. خب من فعلا همین دوتا رو میزنم و میزنم save audience. یکم طول میکشه این تا بچرخه. همونطور که میبینین اینجا تست یک ما درست شد بعد از یک مدت که صبر کردم. اینجا نوشته لوکیشن، کسانی که در ترکیه زندگی میکنن، در استانبول و استیت واشنگتن، بعد فیمیل هستن یعنی خانم ها هستن، ایجشون اینجا. خب اینجا بعد میایین روی این قسمت کلیک میکنین ادیتش میکنین، چون دفعه اول که آدینس رو شما درست میکنین فقط از شما میپرسه که کدوم کشور، خانم ها، مردا، اینها، ولی
اگه بیاین اینجا کلیک کنین دفعه دوم قسمت تست، دیتیل خیلی بیشتری میتونین بدین. اینجا خیلی مهم میشه و اینجاست که شما میفهمین فیسبوک چقدر قدرتمند هست توی این به خاطر تبلیغاتش. حالا اولین کاری که میتونین انجام بدین اینه که مثلا ایج رو تغییر بدین. مثلا کسانی که بین 29 تا 30 مثلا باشن، مثلا 45 30 تا 45 سنشون باشه و خانوم باشن این تبلیغات من رو ببینن. الان مثلا اگه من شال میفروختم، مثلا یه چیز زنانه میفروختم فقط به خانوم ها، مثلا اگه من مثلا یه دونه عطر مردانه اگه میفروختم هیچ وقت نمیومدم خانوم ها رو بزنم، فقط میزدم مرد ها. مثلا یه چیزهای دیگه هست که میتونیم هر دوشون رو بزنیم. خب اینجا سن رو پس میتونین تغییر بدین. بعد این قسمت خیلی مهم هست، روی این قسمت براوز کلیک کنین. خب اینجا میبینین که میتونین تبلیغات خودتون رو فقط برای کسانی نشون بدین که مثلا بدونین کارشون چی هست، ریلیشنشیپشون چجوری هست، آیا مثلا ازدواج کردن نکردن، مثلا لایف ایونتشون، مثلا لایف استایلشون چجوری هست، فاینانشیالشون چجوری هست، چقدر درس خوندن و ایژوکیشن و اینها. توی این چون یه دونه مجسمه هست، من به ایژوکیشن کاری ندارم. فاینانشیال مهم هست چون کسانی مجسمه میخرن که مثلا درآمدشون از یه سطحی بالاست، بس من میزنم مثلا هاوسهولد اینکام تاپ 10. آره. بعد لایف ایون اینجا زیاد مهم نیست فکر کنم، مثلا اگه بخوای برثدی باشه انتخابش کنین، یا که مثلا یه دونه مثلا اگه باشه که ریسنتلی مووفد خیلی خوبه. مثلا کسانی که تازه مثلا رفتن خونه جدید یه مجسمه مثلا ممکنه یکی بخواد بخره برای خونه جدیدش، پس اینو هم میزنم. من این رو میبندم. پرنت اینها لازم نیست. ریلیشنشیپ فکر نکنم مهم باشه که مجرد باشه، متأهل باشه، اینها مهم نیست. کارش هم به نظر من مهم نیست. خب ولی شما همه اینها رو میتونین عوضش کنین، چون باید تحقیق کنین در مورد جنستون چه کسانی بیشتر اون جنس شما رو میخرن. بعد قسمت اینترست باز مهم هست. مثلا داخل همه اینها کاتگوری های خودشون رو داره. مثلا ببینید داخل هر کدومش که باز کنین بزرگ میشه و میتونین ببینین که چه چیزهای داخل اونها هست. مثلا این یه جوری مثل هنری هست، مثلا آرشیتکتور من میزنم، معماری، مثلا انترتینمنت نه، فیتنس نه، فود نه، هابیز خوبه. مثلا هابیز در مورد آرت باشه، مثلا هنر و اینها. و اگه بیام پایین میبینین اسکالپچر اصلا کنن یک کاتگوری خاص خودش رو داره، این هم یه اسکالپچر یه مجسمه است دیگه. پس کسانی که اینترستش اسکالپچر باشه. مثلا پینتینگ هم خوبه. مثلا بعضی از فکر میکنم به نظر من کسانی که مثلا توی آرت هستن به حساب کنن، نقاش و مجسمه ساز و اینها هستن، از این مجسمه ها خوششون میاد. حالا این نظر منه، میتونین شما مثلا یه جور دیگه تبلیغاتتون رو انجام بدین. فعلا همین ها بس است. بیهیویر اینها که خیلی دیگه دقیق میشه، ببینید چقدر مثلا فیسبوک قوی هست توی تارگت کردن کسانی که شما میخواین ویدنه به حساب تبلیغات شما رو ببینه. مثلا خیلی جالب هست اینجا، مثلا شما با دادن مثلا $2 در روز میتونین دقیقا بزنین وسط خال که چه کسانی اون تبلیغات شما رو ببینن. مثلا علیکی یه بچه های مثلا کم سمن و سال که نه پولی دارن نه از آرت چیزی سرشون میشه، اون تبلیغات شما رو نمیبینن و فیسبوک بابت اونها از شما پولی نمیگیره. فیسبوک فقط به کسانی این تبلیغات رو نشون میده که شما میخواین، و اینجا میتونین بگین که چه چیزهایی باید اون شخص
حساب اینترست داشته باشه تا بخواد که مثلا شما اون تبلیغات رو در اونجا نشون بده براش. خلاصه پس خیلی دقیق هستیم و گوگل اد هم هست همین کارا رو تقریبا میکنه که اون رو انشالله در ویدیوهای بعدی من میذارم. خب وقتی اینها رو سیف کردیم من بر میگردم، ببینین اینها همشون اضافه شد، بعد میزنیم چی؟ سیف آدینس. یکم شاید طول بکشه که سیو بشه. مثلا اینجا ببینید الان زده estimated audience بین 796 هزار نفر تا 937 هزار نفر هست. مثلا این همه مردم این اینترست هایی که من اینجا گفتم رو داشتن، ولی این قرار نیست که فیسبوک قرار نیست که به این همه نفر نشون بده. فیسبوک میره به خاطر مقدار پولی که دادین، مثلا به همون مقدار پولی که دادین به همون مقدار حساب نشون میده به تا پول شما تموم بشه برای اون روز. من این رو میبندم، فکر کنم سیف شده، فقط فیسبوک فکر کنم یکم گیره اینجا. ببینین آره اینجا اومده ولی اون هنوز داشت میچرخید، بعضی موقع اینطوری است. خب پس $2 ببینین یکم تغییر کرد اینجا، 219 نفر شد 632 نفر. حالا مثلا فرض کنین از بین اینها مثلا 400 نفر فیسبوک فرض کنین چاپ به 400 نفر جنس شما رو نشون بده. الان شما چون فقط به این آدم ها مثلا نشون میدین، احتمال این که اینها بیان بخرن جنس شما رو خیلی بالا میره. بعد این قسمت میان پایین، پیمن اد پیمن متد میکنین، مثلا میتونین مثلا ویزا کارت، مستر کارت، امریکن اکسپرس، دیسکاوری و پیپل مثلا پرداخت کنین این $2 رو، که من فعلا این کارو نمیکنم. بعد از اینکه این کارو کردین پروموت ناو بزنین دیگه تموم میشه. خلاصه اینطوری بود که شما میتونستین خیلی دقیق بزنین به هدف تبلیغاتتون رو، کسانی فقط ببینن که شما دوست دارین. خلاصه خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، خسته نشده باشین. به نظر من فیسبوک یکی از قوی ترین تورز هایی هست که دراپ شیپ ها در این روزها استفاده میکنن و شما میتونین از این استفاده کنین. این فقط برای دراپ شیپ نیست، هر جنسی که دارین در داخل فیسبوک میتونین همینطوری تبلیغاتش رو انجام بدین به نظر من، و خیلی به صرفه هم هست. خب دوستان ممنونم که تا الان با ما بودین، لایک ویدیوهای ما یادتون نره، اگه تازه اومدین به این شبکه خواهش میکنم سابسکرایب کنین و هر سوالی رو داشتین رو در قسمت کامنت ها بذارین، ما حتما جواب میدیم. موفق باشین، خدا نگهدارشون.